گیتا، حرفای شنبه آقای گروسی بعد از بازگشت از تهران با نظرات مطرح شده از سوی مقام های جمهوری اسلامی در واکنش به اون حرفا تناقض عمده ای داره. امروز در کنفرانس خبری بعد از شروع جلسه شورای حکام، آیا تفاوت برداشت این دو دیدگاه و نگاه های مشخص شد؟ پیام شد بشه گفت تنها چیزی که مشخص شد اینه که در تهران حرف زدن تا در آینده بیشتر حرف بزنن. هنوز هیچ چیز بین ایران و آژانس مشخص نشده دقیق، به طور مثال مرحله به مرحله یا نوعش، اینا هیچ کدام مشخص نشده و نهایی نشده. به طور مثال مسئله نظارت، کماکان به قوت خودش همون مشکل باقی هست که از قبل اگه به خاطر داشته باشید ایران گفته بودش که وقتی که برجام احیا بشه اون اطلاعات روی دوربین هایی رو که دیگه الان مدتی قطع کردن در اختیار آژانس خواهد بود، هنوز همونطوره و در آینده باز راجبش صحبت خواهند کرد. یا در مورد اون سه سایت، مسئله پادمانی و اون ذرات اورانیومی که در اون سه سایت پیدا شده، هنوز هیچ چیز پیش نرفته، خیلی همه چیز خیلی کلی گفته شده و توی این کنفرانس خبری امروز در وین از آقای گروسی سوال شد که خب آیا قراره که یه توافق جدیدی در اون مورد بشه یا اینکه تازه حالا جلسه بذارن راجبش صحبت بکنن؟ No. It's not an agreement to discuss this issue. We have been discussing this issue for 3 years, so we don't need an agreement to continue discussing. We continue discussing. No. توافقی که شد برای این نیست که در مورد این مسائل صحبت کنیم. سه سال است که در مورد آنها صحبت می‌کنیم. برای ادامه صحبت نیازی به توافق کتبی نداریم. هدف حرکت به سمت نتیجه قاطع است که شامل همه اینها خواهد بود. گروسی گفت شاید حالا اون چیزی که آژانس میخواد تازه برای ایران جا افتاده باشه، که خیلی بعیده. به هر حال در مورد فوردو و اون اورانیوم 84% در اون مورد گروسی گفت لازم بود که ملاقات رو در رو صورت بگیره. گفت که خب قبلا بازرسا اون صحبت ها رو کرده بودن، اما جالبه که گروسی باز مشخصا نگفت که آیا اون مسئله حل شد یا نشد، ولی به نظر میسه از تونش و حرفاش به نظر میسه شاید یک کمی اون تنش کمتر شده باشه و حالا اینجور که گفت قراره تقریبا یک روز در میان از فوردو نظارت بشه. اما بازم گروسی هیچ زمانی تعیین نکرد برای اینکه این مسائل کی نهایی بشه، فقط یک چیزو گفت که این سفرش از این لحاظ خیلی اهمیت داشت که برای اولین بار تونسته بود با رئیس جمهور اون کشور صحبت بکنه و دیدار با سیاست مداران پیام از نظر او خودش یک گام مهمی هستش. و گیتا، در این میان گزارشی هست که گفته میشه موضوع اصلی سفر مقام های اسرائیل به واشنگتن ایران هست. درسته، اینطور که مقامات آمریکا میگن موضوع سفر این مقام ها ایران و ایران هست. اینجا امروز بعد از ظهر خواهد بود که وزیر امور استراتژیک اسرائیل ران درامر با بلینکن ملاقات خواهد داشت. مشاور امنیت ملی اومده به واشنگتن و با مقامات کاخ سفید و اینجا ملاقات هایی خواهند داشت.